به نام خدا درود و صلوات به فرستاده او، سلام و درودی به پیام بیننده عزیز. خوشخبر از سوی پیغمبر خدا به تمام مسلمان ها، همون پیغمبری که خداوند در قرآن چنین میفرماید: و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این پیغمبر از نزد خود هیچ سخنی نمیگوید بجز آنی که به سوی او وحی نازل بشود. امام بخاری و مسلم از پیغمبر روایت میکنند که فرمودند: هر کی در روز 100 مراتبه سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم بگه، گناهاش تمامگیش بخشیده میشود اگرچه مانند خفی بحر باشد. در جای دیگر پیغمبر خدا درود و صلوات بر او میفرماید که دو کلمه هستند که در زبان آسان: محبوب نزد رحمان و وزنین روز میزان، یعنی روز برکشیدن نامه اعمال. اون دو کلمه چی است؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. بله، محض همین ذکر و تسبیح خداوند است که انسانها را دلهاشان نورانی میگرداند. خداوند در قرآن فرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. یونس علیه السلام وقتی که در قعر بحر بود، خداوند شکم بی ماهی را به مانند شیشه گردان و حضرت یوسف تمامگی زندگی ته بحر را دید که اونا همگی ذکر خداوند تسبیح خداوند می کردن. پس حضرت یونس هم همون سخن مشهورش گفت که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خداوند نگه اگر یونس این سخنها را نمی گفت، تا روز قیامت در بطنی در شکم بی ماهی باقی می ماند. امام احمد بن حنبل روز در سفر در یک مسجد نماز شمی خونه و شب می شود، می خواهد در اون مسجد شب بماند. اما نگهبان مسجد امام احمد بن حنبل میگه از مسجد برا تا که مسجد را من مختم کنم و خونم برم. احمد بن حنبل همین قدر میگه که من در همین جا بمانم، وقتی که در جاش میشینه میگه من در انمی جایی که هستم انمی جا، میگه من شب خواب همین شب خواب میکنم. اما از پای حضرت امام احمد ابن حنبل نگهبان مسجد میگیره، کشاله داده از در مسجد بیرون میکنه و در مسجد محکم میکنه. این حالت یکی از نانپزها که در نزد مسجد میبینه و امام احمد ابن حنبل به نزد خودش دعوت میکنه و شب در اونجا امام احمد ابن حنبل میمونه. امام وقتی که شب در اونجا بود، نگاه میکرد که نانپز کلیه ذکر خدا را میکرد، تسبیح میگفت، سبحان الله میگفت، الحمدلله میگفت، الله اکبر میگفت، کلیه ذکر خدا را در زبانش میآورد. امام احمد ابن حنبل تا صبح همین مرد اهمیت داد. این مرد فقط سبحان الله تسبیح خداوند میگفت. وقتی روز شد با این مرد صحبت کرد، گفت ای مرد، چقدر وقت است که تو ذکر خداوند میکنی، تسبیح میگوی؟ گفت که وقت زیاد شد که من فقط ذکر خداوند میگم و 24 ساعت با ذکر خداوند تسبیح خداوند میگم. امام احمد ابن حنبل سوال کرد که از خدا چی میخواهی؟ در عوضش خداوند برای تو چی چیزای داد؟ نانپز گفت که از خداوند چی چیزی را که خواستم خداوند برای من داد بجز یک چیز. امام محمد ابن حنبل پرسید که آن چیز چی است؟ نانپز گفت که میخوام امام احمد ابن حنبل یک بار از نزدیک بینم. امام احمد ابن حنبل گفت قسم به خدا، گفت امام احمد ابن حنبل به پای خودش نامد. امام احمد ابن حنبل از مسجد از پاش کشاله داده نزدی تو آوردن. من امام احمد ابن حنبلم. پس برادران، در این وقتهای تیلایی که خداوند برای ما در رمضان فرصت داده است، از اینها استفاده بریم. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم.